سلام، بریم که با هم طرز تهیه سرمه خونگی رو یاد بگیریم. برای تهیه سرمه از مغز بادوم، گردو، فندق، پسته و حتی نارگیل خشک میتونیم استفاده کنیم. به یه سنجاق قفلی هم احتیاج داریم. حالا مغز دلخواهمون رو به سنجاق وصل میکنیم و با یه فندک شروع به سوزوندن مغز میکنیم تا زمانی که خود مغز بسوزه و شعله ور بشه. سنجاق رو به همراه مغز شعله ور داخل یه فنجون قرار میدیم. من از دوتا لیوان به عنوان پایه استفاده کردم و یه سینی روی دوتا لیوان قرار دادم. بهتر سینی کمی با شعله در تماس باشه تا دوده بیشتری جمع بشه. حالا یه ظرف فلزی دیگر رو روی سینی میذاریم و داخل ظرف رو پر از یخ میکنیم تا تو تمام مدت خنک بمونه. به همین ترتیب میذاریم بمونه تا زمانی که کل مغز بسوزه و خاموش بشه. برای هر مغز بمونه تا زمانی که کل مغز بسوزه و خاموش بشه. برای هر مغز همین مراحل رو تکرار میکنیم تا تمام مغز بسوزه و دوده جمع بشه. میتونیم فقط از یه نوع مغز استفاده کنید یا مثل من از 4 مغز استفاده کنید که خواص این نوع سرمه خیلی بیشتره. برای سرمه من 2 نوع میل دارم که جنس یکی چوبی و جنس بعدی از مغز استخوانه. میل استخوانی خیلی بهتره و روونتره و پیشنهاد میکنم حتما از این میل استفاده کنین. حالا میریم برای جمع کردن سرمه. برای این کار از میل یا جسم نوکتیز دیگه مثل چاقو استفاده میکنیم. میلو با کمی روغن مثل روغن دنبه یا روغن زیتون چرب میکنیم. داخل سرمه دون یکی 2 دور میچرخونیم و بعد سرمه آماده رو از سینی جدا میکنیم. هر بار که سرمه روی میل جمع شد داخل سرمه دون میبریم و یکی 2 دور میچرخونیم تا سرمه کاملا جمع. مهمه پس حتما مقدارش رو رعایت کنید. اگه سرمه چربتری دوست داشتین میتونین فقط یه قطره روغن داخل سرمه دون بچکونین. به همین ترتیب سرمه رو جمع میکنیم و سرمه ما آماده است. من از مغزای سوخته برای تهیه یه ماسک خونگی استفاده کردم. مغز سوخته رو با هاون حسابی میکوبیم تا پودر بشه. یه قاشق چایخوری ماست و کمی گلاب اضافه و ترکیب میکنیم و بعد ماسک رو رو پوستمون و جاهایی که لک داره میذاریم. بعد از 15 دقیقه پوستمون رو میشوریم و از یه مرطوب کننده استفاده میکنیم. ممنون که تا اینجای کلیپ با من همراه بودین. اگه از هشتگ و اکسپلور پست ما رو میبینین حتما پیجمون رو دنبال کنید و مرسی که مثل همیشه با لایک و کامنتاتون از پیج خودتون حمایت میکنید.